به نام خدا. بیننده های عزیز به برنامه نگرش خوش آمدید. قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان از طرف مجلس نمایندگان تصویب گردید. به اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی 5000 تا 10000 افغانی محکوم می شوند. مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی، مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی 10000 تا 20000 افغانی محکوم خواهد شد. در این قانون آمده است که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررن صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا رئیس شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به 3 ماه تا 6 ماه حبس تبدیل می شود. این قانون دارای 3 فصل و 29 ماده است. در آغاز توجه بکنین به گزارش. حصار قانونی برای مسئولیت بیشتر بانوان و کودکان. مجلس نمایندگان به تازگی قانونی را تصویب کرده است که طبق آن هر گونه نگاه جنسیتی، تبعیض‌آمیز و اهانت بار به زن جرم تلقی می شود. مواردی که باید ثابت بسازه آزار و اذیت، تنها ثبوت یا شاهد در نظر نگرفتیم، بر علاوه شاهد قرائن هم در نظر گرفتیم، یعنی قرینه. وقتی که شما مثلا در روی سرک مورد آزار و اذیت فیزیکی تا قرار میگیرین، خب اونجا حتما یک کس است که دیده. زنان زمانی که با این موارد مواجه میشوند حق شکایت دارند. آزار و اذیتی که این قانون از آنها به عنوان جرم تعریف میکند. ماده سوم، آزار و اذیت عبارت از تماس بدنی، آزار کلامی، غیر کلامی و یا هر عملی که موجب صدمه روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن و کودک گردد. خواست نامشروع، تقاضای مرد از زن نامحرم به انجام عملی که انگیزه جنسی دارد. تماس بدنی، لمس کردن بدن زن نامحرم یا آسیب رسانیدن سطحی بر بدن زن به طور عمدی. در زمانی که ما به پانتون میرفتم، یکی از خانم ها در اخیر میلی بس مون و پایان بسیار زد نفره بود. با مجرد که افراد بالا شدن به طرف موتر، فکر کنم کسی را اذیت کرد. وقتی پایین آمد یک چند دشنام داد، بجای از اینکه پلیس که در او ساحه حاضر بود اقدام بکنه و او نفر را پیدا بکنه و مجازاتش بکنه، راستن طرف خاله خنده کرد و گفت چی کرد خاله، آیا آزار دیدی؟ آزار کلامی که به امنیت روانی زن آسیب برساند، جملات شوخی‌آمیز و طنزهای غیر اخلاقی، توصیف از بدن زن، مزاحمت‌های تلفنی. آزار غیر کلامی، به نمایش گذاشتن تصاویر یا مطالب توهین‌آمیز در رابطه با مسائل جنسی در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و یا ایمیل کردن، عکس گرفتن و نشر و پخش فیلم، تصویر زن یا خانواده‌ها که باعث صدمه به سلامت روانی زن می‌شود. کسانی که مرتکب این جرم ها می شوند از 5 تا 10000 افغانی باید جریمه بپردازند و در صورت تکرار زندانی خواهند شد. یک شماره تلفن خاص وزارت داخله مکلف است که ایجاد کنه. در کنارش وزارت داخله به اساس قانون مکلف شده تا در محلاتی که ازدحام و بیروبار زیاد است و احتمال آزار و اذیت بیشتر است، در اونجا سیستم گزمه و پیره خاصی را برای حمایت از زنان و اطفال یا گروهی که آسیب پذیر هستند اینا در نظر بگیرن. خیابان آزاری حرف تازه‌ای در جامعه به نام افغانستان نیست. زنان کماکان هنگام خروج از خانه در خیابان مورد آزار و اذیت زبانی، روانی و جنسی قرار می‌گیرند. این رفتارها لااقل کابل را به یک شهر ترسناک برای پیاده‌گردی یک زن معرفی کرده است. یک تعداد از پلیس‌های ما هستند که در واقع پلیس تطبیق کننده قانون است و اینا مرتکب همچون اشتباهی میشه، همیشه آزار و اذیت میدن. من یک از دوستایم هستن که در نزدیک دفترشان همو پستی پلیس است که هر روز از آزار میبینه. قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان در 3 فصل و 29 ماده در روز چهارشنبه از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده است. در این قانون به وزارت‌های مشخص وظایفی برای ایجاد کمیته‌ها داده شده است که از جمله آگاهی دهی در مورد قانون و مکلفیت‌های به خاطر ایجاد فضای سالم برای زنان و کودکانند. در این برنامه خانم ریحانا آزاد، عضو مجلس نمایندگان، ماری گل احمد صدیقی، معاون شورای ولایتی کابل و خانم ترنم سیدی، فعال مدنی، به برنامه سر خوش آمدین. تشکر. زیرا باشید آقای خانم آزاد،
ضرورت از این قانون چی بود؟ تشکر. در قدم نخست سلام احترامات خدا خدمت شما و میهمانان محترم شما در میز و بینندگان عزیز تقدیم می‌دارم. به باور ما این قانون یک ضرورتی مبرم در افغانستان بود و رقمی که شما شاهد هستین، هم زنان و اطفال بیشتر بیرون از خانه آزار و اذیت می‌دیدن و حتی شما شاهدی سوء استفاده های از اطفال هستید و همچنین خانم ها را هم رقمی که شما هم در گزارش اعلان کردین در اکثر نقاط ها خانم ها را آزار می دادن، بخصوص ما شاهد هستم به حیث نماینده مردم اکثر خواهرای ما حتی در پانتون ها دست استادایشان بسیار زیاد شکایت داشتن و حتی در صحت ها بعضی ها که مثلا کار میکردن یا کسایی که در معارف هستن، اینی ای در سطح تمام جامعه چی در سطح از اینکه خانم ها در ادارات کار میکنه و شما شاهد هستین که بیشتر به جایی که دیدی انسانی به او خانم داشته باشه و بیشتر یک دیدی آزاری و اذیتی داره و بیشتر زنها فکر میکنه که زنها فقط آفریده شده به خاطر از اینکه استفاده شوه و ما فکر میکنم که در قانون در دهی قانون میتونه که قانون بسیار زیاد این ضرورتشون بوده و این میشه که صحبتتون یک جا بکنم. چرا قانون محو خشونت علیه زنان تصویب نکردین که قانون تصویب کردین؟ البته در حالی که مشکلات بزرگ زنان دارد و قانون، شما متواتر با قضیه های قتل های ناموسی روبرو هستین، بد دادن ها در با اوج یک بحران رسیده و فکر میکنین که آیا چونی قانون ضرورت بود؟ دفعتن تصمیم گرفتین و دفعتن شیشتین و این کار کردین، فکر نمیکنین که با این قانون یکم برخورد سیاسی کردین؟ به هیچ عنوان ما فکر میکنم که این قانون هم یک ضرورتی بسیار مبرم داشت، به خاطر از اینکه خیلی شکایت های جدی و مرقمی که شاید قبلن ها مثلا مردم در صفحات اجتماعی و قدر دسترسی نداشتن یا در تلویزیون ها یا مطبوعات یا یک دلیلی باشه یا واقعا بیشتر شده رفته بود. قانون محوخشونت یک ضرورت نیست؟ بله، ما میخواییم که سر از اون نقطه بیم و ای فکر میکنم که یک ضرورت مبرم بود و قانون منع خشونت هم فراموش نکنین که در تمام دستگاه های عدلی و قضایی امروز او در کاربرد داره و حتی سرانوالای منع خشونت داریم و ما در تمام نقاط افغانستان در اکثر جای شاید امکان داره که بعضی جایی که مشکلات داره نباشه و در اکثر جایی امروز مورد یک قانون هست و ما فکر نمیز اصلا تصویب نشد از طرف مجلس نمایندگان. تصویب بعضی امور رقمی که شما شاهد هستین امکان داره که یک سری کارها و حتی یک لابی های بیشتر در کار داشته باشه و ما آرزو داریم امر رقمی که ما تشکر میکنم از پارلمان افغانستان که این قانون را تصویب کردن و ما آرزو داریم ما زنای افغانستان که یک روز شاهیدی قانون منع خشونت هم باشیم که از پارلمان افغانستان رای بگیرن. همین قانون ما امروز خواندم، همین قانونی که شما و جمعن از وکلا صاحبات، این قانون بسیار با قانون دیگه در تضاد هستند. بسیاری از ماده های قانون است که در تضاد است با دیگر قوانین. حرکت کردین، شما چقدر متعقین هستین یا میپذین که جامعه عمل میپوشه؟ کسایی را هم در گزارش شما دیدین که گفتین که پلیس در این قانون در یکی از ماده هایش راستن وزارت داخله را وظیفه میسپاره که گزمه ها بسازه، در حالی که و شماره برش گفتن، در حالی که گزارش چند روز پیش چند قبل نیویورک ترانس نشان میداد که بیشترین آزار و اذیت خانم ها از طرف پلیس صورت گرفته بود. اما شما چطور اعتماد ساخته میتونین به مردم و میگین که این قانون جامعه عمل میپوشن؟ بین نگاه ها و دیدگاه های خود کمی تغییر بیتیم و کمی در آینده و کمی باورمندی را مثلا به این بسازیم. نه بس از نگاه ها نیست، بس از این است که شما فقط گفته میشه که یک مسئله به چی است؟ سیاسی است، بسیار برخورد سیاسی است، ولی باور چقدر شوه که شما حتی نتونستین که قانون محو خشونت که در محکمه میشد حل فصل شوه، چطور که در خیابان ها بتانین این را قانون اجرا کنین؟ قوانین البته
بحثی امکان داره که نه بلکه تنها این قانونی که نو پاشده و اکثر قوانین ها امکان داره مشکلات و چالش های خود داشته باشه، ما نمیتونیم از او منکر شویم، ولی فراموش نکنیم که در وضعیتی که ما قرار داریم ما این قانون به فعال نیک میگیریم و ما فکر میکنیم که یک ضرورت هست و نگفتنم اونا که امرقم قانونی من خوشنط را شما فکر میکنید که یک دستاورد بسیار کلانی زنای افغانستان و همچنین ملت افغانستان هست و ایره کل اگه میفهمه که یک ضرورت شان بود و هست و همچنین قانون من خوشنط، قانون من خوشنط امروز اگر شما تاکید دارین که چرا پارلمان رای نداده، من فکر میکنم که وقتی که اگر شما ببینید طبق قانون یک قانون وقتی که در پارلمان میآید چلو چند روز وقتی که او در آجندام گرفته نمیشه یا حداقل در آجندان اموره رد نمیشه، او خودش مثل به شکل بودجه اوتوماتیکلی قانون هست و هیچ ضرورتش دیگر نیست که مثلا او رو ما بیاییم اونم خودش قانون هست، ضرورت نیست که حتما از پارلمان او رای بگیرم. رقم قانون تسلط عالی بود که شما شاهد بودین که حتی از دوره های بسیار قبلن هاست، حکومت های بسیار قبلن باقی مانده بود و او تا امروز مثلا کاربرد داشت و او ضرورت نیست که حتما پارلمان مشکلات داشت وقتی که آمد قانون رای داده باشه، ولی وقتی که در قانون تغییرات آمد به این معنا که قانون به مشکلات به تعدیلات رفته بود، قانون مشکلات داشت. مثلا دو قانون ذکر شده بود در مسئله تجاوز، در مسئله قانون جزای ما هنوز مشکل داره و بحث تجاوز هنوز روشن نیست. در بحث تجاوز فقط در مسائل زنا بحث میشه که چنین چیزی در قانون وجود داشت و دوباره رفت تصویب نشد. ما میخوایم که سر از این نقطه باز هم تاکید کنیم که قانون من خوشنط یک قانون هست. بله. ولی ای که شما میگید در پارلمان رای نگرفته و ما ضرورت داریم بیشتر با کار کرد و با لابی، ولی او رو نمیشه که ما منکر شویم از بحثی مافیایی بودن پارلمان، ما نمیتونیم منکر شویم از بحث چالش ها و سنتی بودن و بحث از مشکلات ها، ما نمیتونیم منکر شویم، ولی خوب است که و خوب است که نگاه خود طوری بکنیم که واقعا قانون هایی که جرم میشه او قابل تغییر هست و قابل ازی است که ما او رو تغییر بدیم، ولی این قانون را واقعا لطفا به فعال نیک بگیرید. تشکر. میخوایم دوباره نام سمت جناب مولوی صاحب تصحیب سازم مولوی گل احمد صدیقی معاون شورای علمای ولایت کابل. شهر کابل. شهر کابل، بله. خب آقای صدیقی، نظر شما راجع به این قانون چی است؟ سلام به شما، به مهمانای عزیز و به بینندای تلویزیونی آریانا در خارج و چی در داخل هستند. قبل از اینکه ما قانون بسازیم باید را بدانیم که قانون، ما دو قسم قانون داریم. یکی قانون وضعی است که او را بشر خودش وضع میکنه، یکی قانون الهی است که خدا بر ما روان کرد. البته یادواری بکنم که قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان افغانستان تایید نشد به خاطر از اینکه اکثریتی از ماده های از خلاف قرآن و خلاف شریعت غورای محمدی بود. ما برات انگشت نشان میکنیم، یکی جرم قتل خدا در قرآن گفته که قاتل کشته شو، یا گفته بودن که محبوس شو و چند سال قید شو، چه جرم شو خلاف قرآن، خلاف اسلام، خلاف عقاید اسلام. دوم جرم زنا، زنا را هم گفته بودن که 10 سال چقدر قید است، 10 سال قید شو، در حالی که خدا قید نگفته، رسول الله قید نگفته، دین مقدس اسلام که از طرف خدا برای ما وضع شده مطابق از این عیار نشده بوده. جرم تهمت به زنای عفیفه پاکدامن مسلمان، کسی که تهمت میزنه جرمی از این تصویب نشده بوده، دی گنجانیده نشده بوده. جرم دزدی، دوست شریعت میگه که دستش باید قطع شود. شریعت خودش حکم میکنه. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمه که قسم به ذات خداست که روح ما در قبضه ازوس، که اگر فاطمه بنت محمد یک تخمی که در حال حاضر ما 5 روپیه یا در پا قیمت ازو را بگذاریم، یک تخمی کسی را دزدی کنه، لاقطع یدها، ما دست از او را قطع میکنم. ببینید که برای قانونی که از طرف خدا برای ما وضع شده، ما خلاف قانون خدا، قانون وضعی خدا در مقابل قانون خدا ایره مقابل میکنیم. شما دوستای عزیز یک موضوع را به یاد داشته باشید. در سعودی برین قانون وضعی به خاطر خود دارن،
اما در شریعت قرای محمدی وقتی که در حدود تطبیق میشه و قانون وزی ندارن، فقط قرآن و حدیث برات پیش میکنه که ازی که بهترین قانونی که خدا برای ما وضع کرده، ما ازی که بهترین قانون نداریم. ببینید که امروز در این نظام ما جرم قاتل، سر قاتل حدود خدا تطبیق نمیشه، سر زناکار تطبیق نمیشه، سر تهمتگو تطبیق نمیشه، سر دزد تطبیق نمیشه، سر شرابی تطبیق نمیشه. ببینین جناب صدیقی، قوانین معمولا در کشور اسلامی هم مطابق هم زمان باید تغییر بکنن، در افغانستان چنین چیزی نشده و یکی از چالش ها و دغدغه ها هم اینمی است که باید حتی فقه اسلامی نظر به زمان باید حرکت بکنه. متاسفانه ما و هم ممنوز مورواندهای گذشته را تعقیب میکنیم. مثلا قانون جزای ما مطابق قانون مصر حرکت داره، اون قانون کنه مصر، در حالی که در مصر هم تغییرات بسیار کلی آمده. البته اگر ما فکر بکنیم امو قانونی که در مصر وضع شده در نظام ما پیاده نمیشه. قانون خود اگر ما فکر کنیم، قانون الهی داره، ما اضافه تر از او قانون دیگه در نظام اسلامی چلشت نداره. پس قانون چیست؟ اجازه بدید. پس همین قانون چیست جناب؟ این قانون چیست؟ اجازه بدید. همین دموکراسی را ما از لحاظ شریعت تعریف کنیم. دموکراسی غربی‌ها تعریف میکنند که نظام مردم از طرف مردم برای مردم، لکنی خلاف شریعت است تعریف. در شریعت قرای محمدی دموکراسی را تعریف میکنه که نظام خدا از طرف خدا در سرزمین خدا برای مخلوق خدا. این دموکراسی ما در اسلام داریم، لکن اسلام این قسم تعریف کرده. این تعریف نکرده که اگر او موضوعات قانونهای وضعی خود ما در مقابل قرآن و قانون خدایی رو وضع میکنیم، خلاف شریعت تأثیر شریعت مختلف. شما میگن که امی قانون ام قانون خشونت علیه زنان اینا مخالف دستورات الهی است، مخالف دستورات اسلام است. در مجموع در دین اسلام زن جایگاه خاص خود دارد. حقوق زن در دین اسلام معرفی شده و حقوق مرد هم معرفی شده. شریعت اسلام دین تعادل است، دین ظلم و جبر و اکراه نیست. تمام حقوق بشریت معرفی کرده که زن جایگاه خود را داره. حتی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، البته که موضوع ما آزار و اذیت به خانما همشیرای ماستند، این شریعت من قرار داده. خدا در قرآن صراحتا بیان میکنه که شما یکی از مسلمان ها بالای دیگه مسلمان ها زن باشند، مرد تمسخر نکنی. میشه که امو کسی را تو تمسخر میکنی، الله تعالی میگه امو پیش ما مقرب باشه، امو نزدیک باشه. خب هنوز امی قانون واضح نشده در قرآن کریم که اگر کسی تمسخر کرد با چی شوه. چطور واضح نشده؟ چی واضح در قرآن مثلا گفتن. سزای چی است؟ جزای از او مطابق ای که ای ما از جان خود ای را وضع کرده ایم که امروز 5000 10000 یا قانون وضع کرده این. ما از امی جناب صاحبا ای را میخواهیم که قانون قتل و زنا و تهمت و دزدی و یار شراب خوری را شما در ملک اسلامی که 5000 ساله تاریخ داریم ای را شما پیاده نمیکنید. شما میگیرین یک جوانی که میخیزه در مقابل مادر ما همشیره ما گستاخی میکنه. بله اسلام ای را گفته که باید تهدید شوه، از طرف حاکم ای تهدید شوه، بار دوم باز تهدید شوه و تهدیدش امیز که حاکمی وقت فیصله میکنه که باید در محبس ایز گذاشته شوه تا ایز که از همون جرم خود اطائب شوه. مگه میره نگذاشته که 5000 10000 شما بگیرین، چقدر شما مش میدین؟ دولت ما برش میگیم که نظام ما برای از همون کسایی که کار میکنه چقدر مش میدین؟ لکن اسلام ایره گفته. دوستای عزیز ایره بشنو، پیغمبر خدا اگه ما را اجازه بدی دیگه. خب میخوایم که نظر خانم ترنم رو بشنویم، بعضو برمیگردیم به بحث شما و وقت شما. خب خانم ترنم، آقای صدیقی مطلقا مخالف اینمی قانون است که شما وضع کردین، چون میگن که ام قانون محو خشونت زنان مخالف دستورات خداوندی است. امی قانون که ذکر شده اقماش از کجا شوه که شما بپردازین؟ این چی معنا داره؟ شما میتونین تهذیب بکنین، موارد تهذیبی را ایجاد بکنین، اما اینا از این که خوب است بد خود بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما مهمانای عزیز، خانم آزاد، آقای صدیقی عزیز و بیننده های محترم برنامه.
قانون منع خشونت علیه زنان یا هم قانون محو خشونت علیه زنان فکر کنم 12 سال که در استثمار وکلای محترم پارلمان ما قرار گرفته و خلاصه رضایت ندادن. حالا نمی‌فهمم چه معجزه‌ای شد که لطف کردن یا با زور یا با رضایت این قانون رو همین چند روز تصویب کردن. خب خیلی از قانون آزار اذیت ها قانون آزار اذیت دیگه بالاخره یک شروعی هست، نمیگم کامل هست چون بسیاری از مواردی که لازم بود همه رو حذف کردن، خیلی زیاد از گوشه کناری قانون زدن و آن چیزایی که فکر نمی‌کنم زیاد مشکل برشان خلق نمی‌کنه همونا رو بالاخره گذاشتن. چیزای اساسی که میباید به قول آقای صدیقی خب اونا رو حذف کردن. آقای صدیقی یک گپ زد، من خنده گرفت واقعا. شما میگین که حضرت محمد گفته فاطمه اگر یک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر یک تخم حضرت فاطمه وردارم من دستش قطع میکنم. شما دست کی رو در مملکت قطع میکنید؟ ما هم امیر خوش میکنیم دست کی رو قطع میکنید؟ از طرف خدا برای مخلوق خدا خب در این نظام چرا گردن نمیشه؟ ما اجازه بدین شما این قانونه که شما وضع میکنید دیگه قانونه که از طرف خدا وضع شده این رو چرا وضع میکنید؟ خب من سر گپ شما میایم. اینا به نفع از اونا نبودن که بخواین همه از این را تطبیق بدن. خب در زمان طالبان این کارا میشد، دست قطع شد و خیلی کارا شد. خب یک سری کارا خوب بود، دزدی کسی نمیکرد، اما این نبود که دزدی را مطلقا از بردارن و مردم بد بدانن اونا. خب از ترس بود، یک زوری بود که کسی نمیامد این کار نمیکرد. خب در یک جامعه باید آموزش داده بشه، فرهنگ باید وارد جامعه بشه تا زمانی که مردم خودشان بفهمن و اون کار انجام ندن. قانون منع خشونت یا منع آزار و اذیت خیابانی برای زنان و دختران و کودکانی که فعلا تصویب شده کامل نیست، اما یک روشنی حساب میشه به خاطر اینکه به خاطر زنان در قانون اساسی ما بالاخره یک بند تبصره به وجود آمده. آقای صدیقی به باور از خود قرآن ذکر شده نباید تمسخر صورت بگیره، نباید آزار و اذیت صورت بگیره. پس قرآن یک، ما احترام داریم به قرآن، اما هیچ وقت قرآن وارد جزئیات نشده. اگر قرآن می آمد و قانون اساسی همون لحظه را می آمد تطبیق میکرد، خب خود عربستان که فعلا زبان قرآنی هم دارن خود همون را می آمدن و به تمام او چیزهایی که در قرآن ذکر شده عمل میکردن. کدام یکی از مسلمان ها را شما سراغ دارین که واقعا به قرآن عمل کنه؟ دین اسلام یک دین بسیار آزادی هست، یک دین بسیار آزادی هست. اجازه بدین مولوی، با قرآن باید تجاوز نشوه. قرآن دین نه خواهش کامل میکنم. است خواهش قرآن از طرف خدا. قرآن ما مسلمانی اکثریت کفار به حقایق قرآن پی بردن، دین اسلام قبول کردن. خواهش میکنم ما به قرآن احترام داریم. جزئیات زندگی انسان در قرآن درج شده. شما برین در سعودی قانونی قتل تطبیق میشه، عاجل سر قاتل قتل میکنه. اجازه بدید قانون اساسی عربستان که تا امسال زنها رو به عنوان یک شی قبول داشتن، امسال تازه زنها رو برابر با حیوانات کردن، به نظر شما در قرآن از زن به عنوان حیوانات شده؟ آفرین. که کدام طبقه زنها رو حیوانات فکر کردن؟ او زنایی که پیغمبر چه میگه؟ سنفان، اجازه بدید، سنفان من اهل النار. پیغمبر میگه سنفان من اهل النار. دو گروه ما از نظیرشان ندیدیم در دنیا که یا در روز قیامت به جهنم میره. یکی قوم معهم ثیاب که از ناب البقر یا دربون به الناس. ای توی قوم زمان در ملت ما، در امت ما که چوبا در دستشون، پایپا در دستشون و مردم آزار و اذیت میکنه. یکی و نساء کاسیات عاریات و ای تو زنای با وجود میه که لباس در جانش اما ظاهرا خود فکر میکنه که من پوت هستم، لکن در حقیقت لوچ است. بنان پیغمبر چی میگه؟ ممیلاتون مائلاتون. امی زنایستن که لباس غربی را در جان خود میکنن و این امی لباس وادار میکنن و جوانای ما را که بزنی آزار و اذیت برسانه. اگر شما امو لباس که اسلام براتون اختیار کرده شما امو را اختیار بکنین، مورد آزار و اذیت اگر شما قرار گرفته باشین به ما اجازه. من جواب آقای مولای صاحب، در قرآن فرمودن زن باید قرص صورتش مشخص باشه، دست ها از مش مشخص باشه، پا هم از مش مشخص باشه. من استاده میشم شما ببینین کجای من لوچ هست و غیر اسلامی من لباس پوشیدم. این لباس غیر اسلامی است. نه هی تو نیست. بی بی پیغمبر چی میگه؟ رؤوسون کاسنمت البخت المائله یدخلن الجنه ولا یجدون ریحها. لباسی که میپوشه ظاهرا این دریشی را مادر و پدر کلان شما در زمان ازای دریشی بود. خب نبود. همین لباس فکر ما پوشیده نمی بود. شرایط اقتضا نمی کرد. این همیست که پیغمبر می گرد. این همیست زنایست که ممیلاتون مائلاتون. لباس را می پوشه که تمام اعضای بدن ازا ظاهر میشه.
بر یک جوان و جوانم امروز ای تو جوانه است که ما تمام امی جوانای ما خلاف شریعت خلاف احکام خدا عمل میکنن، او جوان ای وادار به این میشه که سر تو صدا کنه، واقعا او وادار میشه که تو را اذیت بده. پس میگین یک قانون خلاف است دیگه، مطابق خلاف اسلام است و اسلام ای را منع کرده. زنایی که با عفت و با آبرو با حجاب از خانه های خود میبرن، اول شریعت برش میگه با محرمت برای. چرا به محرم میبرای تو تنها؟ چرا میبرای مولای صاحب؟ اگر از بیبی یک دختری که از آخر سر کابل از خیرخانه حرکت میکنه تا مندوی میایه بدون محرم خدا، میره اسلام اجازه داده؟ اسلام اجازه نمیده و این قانون هم خلاف است که شما سرش بحث میکنین. همچنان این مسئله بود که به خانم ریحانه هم بوده که شما یک قانون را بوده که خلاف دستور اسلامی است، شما او را تصویب کردین. خب مولای صاحب از قرآن حرف میزنن، اما من میخوام بگم که پیسه‌ای که در اسلام شد و اسلام به رسمیت شناخته شد از تجارت یک زن بود. طبعا جایگاه زن ما گفتیم که جای خود داره، حتی جبرئیل هم پیامبر از یک زن آمد. جبرئیل میشه پیغمبر خدا که یا رسول الله امیالی نان در دست حضرت خدیجه است پیش تو میاره، اول سلام مرا برش تقدیم کو، بعد از او سلام رب العالمین برش تقدیم کو و بشارت برش بده که در روز قیامت جایگاهش جنت است. حضرت ام عبدالله بن ام مکتوم یکی از جمله صحابه کرام از اردو دیده کور بود، آمد خانه پیغمبر، حضرت عایشه توشک برش آورد انداخت لیکن روی نگرفت است پیشش. پیغمبر خدا وقتی که او رفت گفتی عایشه چرا روی نگرفتی؟ گفتی خود دو دیدیش کور بود. گفت اگه ای کور بود تو خود بینا بودی. امروز این همی زن هاست که بچه وادار به آزار و اذیت خود میکنن. خب چه کرد؟ این همی زن هاست، همی دخترهای ماستن، همی دخترهای با عفت و با عبروی مسلمان. آیا پیامبر؟ همی زن با عفت و با عبروی مسلمان که لباس شرعی را مراعت نمیکنن، این همی هاست که وادار میشه که یار آزار و اذیت. آیا پیامبر طبق گفته خود، آیا پیامبر بلند شد یک بیل کلنگی گرفت حضرت عایشه را زد؟ در چیزه؟ به خاطر همین برای توصیه کرد، برای توصیه کرد از فراز منبر تمام علما حجاب شرعی را برتان گفته. قرآن برات اینجا خطاب میکنه که ای تو یک وقتی میاد در امت ما که اینا مویای خود بسته میکنن مثل کال تو بسته کردی که اصلا متل بختی. اگه بانمش باز باشه که باز از سرش میفره. بیبی اگر امت پیغمبر خود میگی، مسلمان خود معرفی میکنی، پیغمبر میگه از این چیز ما منع کرده. بسیار تشکر. میریم به طرف یک وقفه، بعد وقفه برمیگردیم. بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم، بعد وقفه دوباره برمیگردیم. بیننده های عزیز به برنامه دوباره خوش آمدین. خانم وکیل، با دو نظر مخالف نظر شما چی است؟ در صحبت هایی که در وقفه برنامه جناب صدیقی گفتی قانون خلاف تمام دستورات الهی و تمام دستورات قرآنی است، نباید چنین میشد و مثال ها را هم دادن و گفتن که در قرآن همه مسائل قانونی موجود است، نباید اونا باید عملی میشد. نظر شما چی است؟ تشکر. البته اینجا یک کشور اسلامی هست در افغانستان، تمام مردم افغانستان، ولی ما فکر میکنیم که تمام قوانینی که درست میشه مثلا مخالف به هیچ عنوان شریعت اسلامی نبوده و نه هست. بوده. و قانون من خشونت هم مخالف شریعت نیست و قانونی که نو هم درست شده مخالف شریعت نیست. توجیه نکوی قانون من خشونت علیه زن مطلق خلاف قرآن و حدیث است. بیا که ما برات نشان میتوم. اگر قرآن حدیث خلافش نمی بود، چرا وکیل صاحبا مولای صاحبا دموجه خیست امیر رد کردن؟ گفت اگر این قانون تصویب شوه شما هفت سوره باز انتظارش بکشید. چرا نکردید؟ ماز مولای صاحب سوال می است که مشخص اگر خلاف شریعت صحبت نکنید، اگر مسلمان هستید در چوکات اسلام قدم صحبت بکنید، اگر مسلمان نیستید خلاف اسلام اگر گپ بزنید. ما احترام گذاشتن به دیگران و احترام گذاشتن به هیچ وقت پیامبر در احترام به دین اسلام پیامبر هیچ وقت در بین صحبت کسی نمیامد نداره. کسی که خلاف اسلام صحبت میکنه خلاف قرآن صحبت میکنه، شما نه او را خدا قبول داره نه پیغمبر نه جامعه اسلامی و سنتی امروزی افغانستان. فکر نمیکنم پیامبر به کسی توهین میکرد، به کسی وسط گپ کسی میپرید، بی اجازه دخالت میکرد در گپ های دیگران. هیچ وقت چیزا در اسلام نیومده. پیغمبر هیچ کس اجازه نداده که در دین اسلام تجاوز کرده باشه. ولی شما هیچ کس اجازه نداده. حتی پیغمبر خودش گفته، خود پیغمبر گفته کسی که در دین اسلام تجاوز میکنه فل یقاتل، حتی جنگ بکنه.
بکشین دوره در دین اسلام یی جواز داده خدا برات حکم میکنه. کسی که اسلام بد میگه، قرآن بد میگه و پیغمبر بد میگه و دین اسلام یک دینی وضعی کفری غربی شرقی خود را می مطابق قرآن را مقایسه میکنه، این مطابق اسلام نیست، اسلام قبول نمیکنه. لطفا اگر برنامه را کنترل نمیکنین، اگر واقعا هر کس در وقت گپ نمیزنه ولی وقت دیگرا هم نگیرین و مولوی صاحب تا اجازه نمیده که کس گپای خود بگویه و فقط گفته میشه گفته میره که اینا خلاف شریعت گپ زده، هیچ کسی جناب مولوی صاحب خلاف شریعت گپ نزده. قانون من خشونت علیه زنت میگه که مطابق قرآن خلاف قرآن نیست. بگذاریم که صحبت های خدا بکنن، باز وقت شما میرسه، وقت شما میرسه جناب مولوی صاحب، شما میتونین صحبت بکنین. ما به هیچ عنوان قبول ندارم که اینا میگه که مخالف شریعت هست نیست و قانون اساسی ما مثلا وقتی که قوانین جور میشه منشأ میگیره از او و او را تمام مردم افغانستان پذیرفتن و قانون اساسی داره و ما مطابق از او تمام نظام هست و محکمه هست قبول ندارم. ولی وقتی که وقتی کسی قانون اساسی را قبول نداره و لطفا دیگه او خواهی هیچ کسی قبول نداره، مثل از اینکه مثلا طالبان میگه ما قانون اساسی را قبول نداره. وقتی که قانون اساسی درست قانون اساسی ما درست است، قانون منع خشونت علیه زن که یا تصویب نکردند دینی خلاف شده. مولوی صاحب وقتی که قانون اساسی رو شما به رسمیت میشناسین، لطف میکنین در قانون اساسی شما حق برابر زنا و مردا حق برابر دارن. حق برابر داره. شده. بله. او یکی گفت ولی... زنا و مردا حق برابر داره. وقتی که با زمستان شد، برف شد، زن خدا گفت بگی یک راش پیله تو بگی در بام بالا شد که مرمه. مولوی صاحب اجازه بدید. نه قوای فیزیکی، نه در عقل، در هیچ چیز برابر نیست. چرا؟ مولوی صاحب اجازه بدید. اجازه بدید که من زن گپا خود بزنم. حقوق زن, حقوق زن و مرد حقوق معرفی شده. حقوق مرد معرفی شده، از زن معرفی شده در دین اسلام. اگر جایگاه خود را میان در دین اسلام بگذارن که جناب استاد بگذارن که من میخواهم که این را برای شما بگویم جناب مولوی صاحب، اگر امروز حضرت خدیجه نمی بود، اولین زنی که سرمایه خود در راه اسلام گذاشت و در راه اسلام مصرف کرد حضرت خدیجه بود. اولین زنی که در راه اسلام شهید شد آسیه بود. آسیه برادر بود. محترم شما ما را جدا نکنین از دین و شما لطفا خانوما را به او چی نمیین، ما خوار شما هستیم، مادر شما زن است، از برای خدا شما مین طور گپ میزنید که ما مخالف هستیم. ما مخالف جدا نمیکنن. چی میگن؟ میگن که اینمی قانون مطابق دستور اسلامی نیست. من مطابق دستورات اسلامی نیست، اما ماده ای که هست لطفا مولوی این ماده ور به بس کنه، بگه اینی ما اینی فلان ماده این بگو بس من خشونت نیست و بس قانون من اذیت و آزار زنان و اطفال هست. جناب مولوی صاحب عمو ماده ای که مخالف قانون هست شما بین اشاره بکنین، رقمی ننشه که اینا داد میزنه و چی میزنه و نمیمونه که ما تا جواب خدا بیتیم اینو در جواب دادن فرق کجای قانون خلاف اسلام هست؟ آقای صدیقی کجای خلاف اسلام هست؟ اینه ما برات میگم امیره، الله تعالی در قرآن خطاب میکنه که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زن هر چه که در که میخواه آرایش میکنه برای شوهر خود بکنه، برای مرد بیگانه نکنه. قرآن برش حکم میکنه. اگر ما مسلمان هستیم قرآن حکم میکنه، این حکم من نیست، حکم پیغمبرم نیست، قرآن برای ما حکم میکنه. ولی یدرب ما میخوایم قانون شما بگین مولوی صاحب، دمی قانونی که شما میگین مخالف اسلام هست نام ببرین کدام ماده مخالف اسلام هست؟ کدام قانون؟ قانون چی را؟ بله امروز امشب بحث سر بحثی به می قانون که ذکر شده، قانونی که شما میگین آزاد خلاف به خاطر عزیز نمیشه که شما فقط گفتن میرین، گفتن میرین نام ببر کدام مادهش. تنها اگر ده ماده امین ما فقط به آزار و اذیت زنا بپردازیم، ما پیشتر برات امر کردم و گفتم آیت قرآن که خدای را منع کرده که آزار و اذیت هیچ بشر اجازه نداده. حتی حضرت ابوذر غفاری، حضرت بلال حبشی سیاپوس بود، او را طعنه داد به مادرش که او بچی سیاپوس. این خبر به رسول الله رسید، پیغمبر او را میخواه که ابوذر من یکی از صفتهای جاهلیت در تو میبینم دیگه ای کار اجازه بده بعد از این حضرت ابوذر میبره پیش بلال میگه بلال چو شدی روی خود در زمین میمانه، روی خود در زمین میمانه و پای خود میگه ای بلال سر روی ما بان که از خاطر تو پیغمبر مرا تهدید کرده. جنسیت مطرح نیست، رنگ و پوست مطرح نیست در اسلام. اسلام هر کس که مؤمن است احترام یک دیگر را باید داشته باشه، اما او زنایی که با عفت و با آبرو میبره او را آزار و اذیت میکنه، یک قانون تصویب کردن. چرا قانون قتل تصویب نکردن؟ جناب استاد چرا قانون زنا و دامت گپ بزنید؟ این گپ بگوین که چه قانونی که گذاشته شده خوب یک نوع کمک از به قوانین اسلامی، این کدام مشکل نداره؟ ما پیشتر برای چی گفتم؟
گفتم وقتی که این قانون تطبیق میکنی را قرآن رد کرده، ما میگیم که را رد کرده که باید آزار و اذیت نشوه، اما این قانون که تصویب میشه چرا قانون قتل تصویب نمیشه؟ قانون زنا، قانون تهمت، قانون دزمی، قانون شراب که قرآن را حکم کرده. خب ما اگر از این نمیپردازیم، اگر قانون نمیشه، اگر قانون نمیشه، این قانون باید تصویب نشه. بله بله، یام نشوه. قانون اسلام چیزی که خدا برای ما حکم داده، تمام قوانین الهی باید در سرزمین خدا پیاده شود. خب ببینین، بسیاری از دخترها و خواهرایی که با حجاب با مشکل روبرو هستند، اونها هم آزار و اذیت میبینن. عمو کسایی که آزار و اذیت میبینن، من پیشتر برات گفتم که حاکم وقت باید او را جزا بده، مطابق شریعت او را جزا بده. بسیار ممنون، تشکر. خب خانم ترنم، ببینید چند مسئله را که گفتن، چرا قوانینی که موجود است، قوانین قتل است، اونا تطبیق نمیشن، یک مسئله، و مسئله ای که نباید خواهرای ما بدون حجاب بیرون خانه برن که مورد آزار و اذیت قرار بگیرن. ما اول مولوی صاحب، ما با تمام احترامی که به شما دارم، خواهش میکنم که بذارین من گپای ما بزنم، لطفا بنویسین اگه چیزی مشکل دارین، یادداشت کنین، در نهایت جواب مرا بدین وقت نوبت شما شد. ما به هیچ عنوان، خدای نکرده، نه به اسلام، نه به روحانیت، نه به علمای عزیز ما، نه توهین داریم، نه بدگمان هستیم، چون ما مسلمانیم و در یک خانواده مسلمان رشد کردیم و خدا رو شکر درس خواندیم. فکر میکنم یا به اندازه مولوی یا بیشتر از مولوی صاحب شاید ما درس خوانده باشیم، و آدمای بی سواد سر کتلی هم نیستیم که ما آماده باشیم اینج گپ بزنیم. یک موضوع. دومی که من یک آدم 31 ساله هستم، دیگه نیازی نمیبینم، وقت سن قانونی 18 ساله هست، دیگه نیازی نمیبینم بعد از تو آخر عمر من یک نفر همیشه لک دنبال از من را بیفته و بیا یک از من مواظبت کنه. در یک مملکتی که من زندگی میکنم، در یک شهری که زندگی میکنم، به عنوان یک شهروند حق دارم آزاد باشم. قانون اساسی من گفته دموکراسی. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی آزادی مطلق به انسان ها داده شده، آزادی عمل، آزادی بیان، که بیاین هر طور که دوست دارن، هر پوششی که دوست داشته باشن بپوشن، هر جوری که میخوان صحبت کنن و زندگی کنن. حالا ای که اگر کسی مسلمان باشه، خیلی مثلا خیلی مؤمن باشه، نخواهی مثلا صورتش کسی ببینه، ما داریم در افغانستان زنایی که هنوز چادری میپوشن، داریم کسایی را که سرلوش پایلوش میگردن. خب ای خدا را شکر که جامعه ما امروز به این حد رسیده که هر کسی با هر نوع پوششی که دوست داره وارد خیابان میشه. اما قانون منع آزار و اذیت علیه زنان خوب هست، به خاطر ای که آمده یک کمکی به شما علما کرده. شما به جایی که بیای مثلا بگی به او جوان، بگی که تو برو چشمت بشور، تو برو قلبت پاک کن، تو برو نگاهت عوض کن، شما برمیگردی میگی که نه او پول نداره بده، بنابراین تو لباست این رقم بپوش که فلانی خراب نشه. خی علمایی که در کشور غربی میرن اونا چیکار میکنن؟ در خود آمریکا ما بزرگترین مسلمان ها و بهترین مسلمان ها رو داریم که اونجا در مساجد خودشان هستن، در جایی که بیشترین فسق و فساد در دنیا انجام میشه، همیشه اونجا هستن، حضور دارن. اکثر مسلمان ها در دبی بغل دست خود ما، که همه خود مسلمان میگیرن، که همونجا هستن، یعنی دبی یک شهر عربی و یک شهر اسلامی دیگه، اونجا چرا تمام این مسائل از زن به عنوان چی استفاده میشه؟ دائم اونجا تجارت میشه سر زنان. مولای صاحب نگین که طبق قرآن شما دارین عمل. من معذرت میخوام، خواهش میکنم که صحبت خود طبق قرآن شما عمل نمیشه، طبق قرآن دستورات قرآن در اسلام پیاده نمیشه. اسلام دین کاملی هست. باورتون خانم ترنمی هست که این قانون میتونه که من میرسم به نتیجه خوب بده. اسلام دین کاملا کاملی هست، دین کاملا آزادی هست، اسلام کاملترین دین از دیگه ادیان هست، این همه ما قبول داریم. اما مسلمان های افراطی که فعلا وجود دارن، در رأس اسلام همیشه به نفع خود کار میکنن. مسلمان های جیبی حرف که میزنن به خاطر جیبشان میزنن، به خاطر تطبیق اسلام نمیزنن. پیامبر اجازه بده دیگه، بس پیامبر هرگز بگذارین که صحبت خود خلاص بکنه. پیامبر فهمید ما ایشا با کل اهداف شما تا آخر ما درک کردم. ما خواهش میکنم دیگه، بس اساسی میرسم، خواهش میکنم گپ ما اسلام خلاص شد. بگذارین صحبت خود آقای صدیقی انجام بدن، بعد از نوبت شما میرسه. تصویب این قانون، سوال شما، سوال دیگه خوب بگید. گفتم که امی قانون آیا میتونه جنبه عملی پیدا بکنه، یا حداقل دولت از این قانون حمایت بکنه، در حالی که در اکثریت قوانین نتونسته حمایت عملی نتونسته. دولت ما متاسفانه یک دولت ناکارآمد است که نمیتونه حتی قانون ترافیک بعد از این همه سال ما نتونستیم مورد تطبیق کنیم، با اینکه تمام مواد تکنیکی که در ترافیک موجود هست، همه امکانات ما داریم، اما هنوز زورمندای ما میآیند. خب اگر خود حکومت مردای ما بیان تطبیق کنن، از این زور و زورداری و حکومت مداری دست بردارن، خود از اینا بیان اینو پیاده کنن، واقعا او افرادی که زیر مجموعه جامعه هستن اینا هم کم کم بیان. نه که قانون تصویب بشه فقط به خاطر قشر ضعیف جامعه باشه و یک بچه مثلا
غریب بچه بیایه و سر از اون مثلا همین صدف خانی که از دو نفر که نسوار توف کرده بودن از اون نفر صدف خانی گرفته. اما اگر یک وکیلی ببخشید، اگر یک وکیلی، یک عالم بزرگی، یک وزیری که بیایه امور توف که هیچ هر کارم که بکنه کسی بر از اون نمیگه که شما این کار کردی، میگه خوب کردی، یکم دیگه بیام اینجا توف کو بعد برو. خب اگر قانون پیاده میشه خواهش میکنم از حکومت مدارای ما، از کسایی که در رأس هستن، خود اونا تطبیق کنن تا مردم تطبیق کنن. اجازه بدید استاد، ما به کل خانم ها ما احترام داریم، شریعت ما احترام داره، اما به او خانمایی که شریعت بالای خود تطبیق میکنه ما هم برش احترام داریم، شریعت هم احترام داره. وقتی که قانون در این نظام ما پیاده میشه، آزار و اذیت به خانم ها یم باید وضع شوه دیگه نشته شوه که هر دختری که بدون حجاب شرعی میبرایه، خدا در قرآن دیگه چی میگه؟ و قرن فی بیوت کن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. بیشی در خانه زن، از خانه نبرای، به مثل که در زمان جاهلیت میبر آمدی. ما افسوس میکنم به این خانم که ما 44 سال عمر دارم، این 31 سال عمر تجربه ایم از تو بالاتر باشه. تو میگی ما خدا را شو اجازه بدید که هنوز در 1400 سال پیش زندگی میکنیم. میگم اجازه بدید، ما افسوس به این میکنم، میگم ما خدا را شکر میکشیم. بس شما را وقت دادن، بگذارن که وقت برش دادیم، اجازه بدید دیگه. میگم ما را خود از دموکراسی اسلام چی است؟ اسلام خودش یک دین دموکراس است، دین دموکرات است و تمام مسائل در نظر گرفته. دموکراسی اسلامی چی معنا داره؟ دموکراسی اسلامی را من برات گفتم که قانون خدا از طرف خدا در سرزمین خدا برای مخلوق خدا. ما ای را میگم افسوس به ای کردم به گفتار خانم که میگم ما شکر خدا را که مسلمان هستیم و ای رو شکر میگشیم که امروز زنها را آزادی دادن که در شهرها میگردن. ای را اسلام اجازه نداده. اسلام برات میگه و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه. اگر کسی قرآن قبول داره، قرآن زنه میگه با عفت و بابرو در خانه بشی. اگر از خانه میبرای اجازه بده، از خانه میبرای با عفت و بابرو برای. جناب صدیق صاحب ببینین، من فکر میکنم که شما میگین تمام زنها در خانه بشینن. نه نگفتم، تو مسائل طبابت کی باید پیش ببره؟ مثلا تحصیل بیبیاشی صدیقه، بیبیاشی صدیقه زن برش اجازه داده تحصیل بکو، اما در چوکات شریعت. خب بیبیاشی صدیقه حجابت مراعات بکو، دکتر صاحب برو دکتری تا بکو. ایر اسلام منه نکرده، ایر زن اجازه داده کرده که در خانه محرم شرعی نداشتی، حجاب شرعی تا مراعات بکو، از خانیت برای حجاب شرعی تا مراعات بکو. وقتی که تو این تلوش با پتلونی چسب از خانیت برای تمام اندامه اندامه معلوم شده، این در امو جوانایی که امروز در عصر فساد ما زندگی میکنه سر تو پرزن نمیره. خب آقای صدیقی ببینیم، اگر ذهن آدم لوچ باشه، قلب آدم لوچ باشه، دقیقا همه رو لوچ میبینه، وگرنه ما از هر نظر پوشیده است. اینجا ذهنن شما ببینید که ذهنن شما شریعت زیر پای کرده، قرآن زیر پای کرده، این حدیث پیغمبر زیر پای کرده، و شما میگید ما شکر از آزاد. از آخرین سوال از خانم ریحانه، با این وضعیت چی خواهد شد؟ فکر میکنین خانم ترنم میگه یک قانونی است که تا قانون ترافیک عملی نساخته دولت افغانستان، چطور میشه که این قانون عملی شوه؟ خب آنچنان که حمایه بکنن حمایه نمیکنن وکیل صاحبا، حتی یک چیزی هم گفتن که اگر وکیل صاحبا کدام کار را انجام بتن حتی همین آقای عالم اگر بره یک توفاق نکسی میبینه حرف بزنه. بگذارین وکیل صاحب بفرمایید. من فکر میکنم که قوانین وقتی که ضرورت هست، بله چالش ها و مشکلات های خود ماز، بعضی قوانین ها داریم که تطبیق نمیشه در افغانستان و بهترین قوانین اساسی رو داریم، بهترین قوانین دیگر را داریم که در تطبیق از اون ما مشکل داریم، ما نمیتونیم از چیم پوشی بکنیم، ولی ما نباید در آینده بدبین باشیم، باید خوشبین باشیم. اگر فعلا نظام ما مثلا مشکل و چالش های خود داره، در آینده این نظام نمیمونه. قوانین مثلا میشه که نظام های بسیار قوی بیه و قوانین ها رو بسیار قوی تطبیق بکنه و حتی نگفتم نمونه که همه چیز ما تا بنوز بسیار جوان هست و ما باید بسیار زیاد کار بکنیم، زحمت بکشیم تا اینکه به مو بلوغ سیاسی یا به مو دموکراسی واقعی دست پیدا بکنیم که عدالت و برابری زیر پای نشوه. ما یعنی با شخصیت جناب عالم احترام داریم، ولی فراموش نکنیم که در افغانستان از نام علما همیشه سوء استفاده شده و حتی کسایی آمده که مثلا شما شاهد از این بودن که در اکثر مساجد یا منابر بیشتر
متاسفانه تجاوزهای جنسی تا صورت گرفته، تجاوزها در رابطه با کودکا و همچنین دخترای نوجوان و از نام عالم آمده. ما نمیگیم که عالم بود، از نام عالم آمده سوء استفاده کرده. اگر ما بیاییم مثلا دین را از چی سوء استفاده کنیم درست نیست. دین اسلامی چنین نگفته که شما مثلا تحصیل نکنه، زن از خانه بیرون نبره. و شما شاهدی هستین که در دین اسلام عمو زنایی بوده مثلا مثل بی بی زینب، مثل زهرا، مثل عایشه، کسایی بوده که اینا قهرمانا بوده و اینا بوده که نقش اساسی را در رابطه با اسلام و همچنین گسترش اسلام داشته. ما نمیخوایم که دین را تنها مردانه بسازه برادر، با زنای قهرمانی داشتیم که اونا الگوها بوده برای تمام زنای افغانستان و همچنین زنای جامعه اسلام. ولی تنها افغانستان نیست که ما عمل شما کشورهای عربی را دارین، ترکیه را دارین، هند را دارین. بله، تمام کشورهای اسلامی هست و با عملیشانش از دولت میخواین که عملی شود. بله، ما میخواییم که چنین قوانین هم مردم و کوشش کنه که نظام را کمک بکنه و هم نظام حمایت بکنه تا اینکه این قوانین ها جا بفته و حداقل مشکلات و چالش های ما از این وضعیت کستیم برای وقت. وکیل صاحب یک تجاوز کرد که اکثریت مساجد این فسادی که در پارلمان است که هر وکیل فروخته میشه، اول یا خود اصلاح بکنن، دوم ما ایره میخوایم که هر وکیل فروخته میشه، سر هر وزیر فروخته میشه. این فساد که در کل دنیا کشور افغانستان نامش اول در فساد نوشته میشه. یکی دوم، تا حالی که استاد اشاره کرد که جیبای خوده، ما تا حالا نزد وزارت پیسه گرفتیم، نزد فعال مدنی، اما ایره میخوایم که ای قانون تطبیق میشه، باید ایرم در ضمنش نوشته کنه که دخترها با حجاب شرعی برن. بسیار تشکر. که از کسی پیدا از اینا آزار و اذیت نرسد، حجاب شرعی را مراد کنند. برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم رحیم میسپارم. الله یار و مددگار شما.